با سلام و روز بخیر خدمت شما فارسی زبانان عزیز، در خدمتتون هستیم با قسمت دیگری از کتاب Life in the UK و به نظر خود بنده هیجان آورترین قسمت کتاب Life in the UK که البته به صورت خیلی خشک و بیروح و بسیار شاید گیج کننده توی این کتاب نوشته شده باشه، ولی وقتی که از روی دایگرام و شجرنامه من برای شما توضیح بدم متوجه میشید که داستان بسیار مهیجی هستش و تا به حال دستمایه بسیار بسیار زیادی از فیلم های هالیوودی هم قرار گرفته. در خدمتون هستیم با نبرد روزها. حالا خدمتون عرض کنم که چرا این همه توضیحاتی که قرار بدم لازم هستش. چندین و چند سال پیش، حدود 10 سال پیش، دفعه اولی که من به گوشم خورد راجع به نبرد روزها بین خاندان یورک و خاندان لنکستر، پیش خودم فکر کردم که حتما مثلا دو تا شهر یورک و مثلا شهر لنکستر با هم دیگه خب جنگیدن و حالا معلوم نیست سر چی، مثلا سر آب یا سر زمین ها و اینها، و پیش خودم گفتم که خب چه ربطی داره به اینکه این حالا جزی از تاریخ انگلستان شده باشه و چه ربطی به پادشاهی داره حالا مردم یورک با مردم لنکستر جنگیده باشن، در حالی که اصلا به این صورت نبوده. و بعدن وقتی به شجرنامه مراجعه کردم و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دادم، دیدم که اصلا هیچ ربطی به شهر یورک یا شهر لنکستر یا مردمشون و اینها هیچ نداشته. فقط تاریخ به این صورت الان بیان شده که من الان از روی شجرنامه برای شما توضیح خواهم داد و شما هم به این مطلب پی خواهید برد. آقای کینگ ادوارد سوم 4 پسر داشته. یکی از پسراش که پسر ارشدش بوده بر اثر بیماری طاعون یا بلک دث میمیره، که اسمش الان مشهور هستش تو تاریخ ادوارد د بلک، به خاطر اینکه با بلک دث فوت میکنه. و پسر دومش لیونل دوک آف کلارنس بوده. پسر سومش جان دوک آف لنکستر بوده. پسر چهارمش ادموند دوک آف یورک بوده. الان ما با پسر سوم و چهارم 99% کار داریم و پسر اول که خب فوت میکنه و بعد از ایشون که خودش پرینس آف ویلز بوده، پسرش پرینس آف ویلز میشه، عوض این که مثلا برادرانش حالا تاج و تخت رو به ارث ببرن، چون یه پسر کوچیکی داشته و اون بعد از پدر بزرگش ادوارد سوم قرار بوده که به تاج و تخت بنشینه، ولیکن تاریخ چیزهای دیگه ای رو رقم میزنه. در سال 1377 قبل از اینکه ادوارد سوم اینجا فوت کنه، چون همونطور که تو شجره نامه هم میبینید سال 77 فوت کرده و ریچارد به تخت، ریچارد دوم پسر ادوارد بلک به سلطنت رسیده، در اینجا میبینیم که قبل از اینکه حالا ادوارد فوت کنه، این دو پسر عمو، پسر برادر اول و پسر برادر سوم، دو تا پسر بچه 10 ساله بودن، ریچارد و هنری، اینها با همدیگه روز سال نو با همدیگه یه عهدی میبندن توی کلیسا که هیچ وقت روی همدیگه تیغ نکشن و علیه همدیگه اقدامی انجام ندن و همیشه با همدیگه متحد باقی بمونن. این ریچارد دوم آدم اهل علم و دانشی بوده و آدم آدابدانی بوده و هنری آدم دلاوری بوده. وقتی که هنری به 18 سالگی میرسه، علیه پسر عموش که روی تاج و تخت سلطنت نشسته بوده قیام میکنه و ایشون رو به کنار میزنه و خودش به تخت سلطنت مینشینه. و خب حالا همونطور که گفتیم ایشون هم خیلی دلاور بوده و همچنین بعد از خودش پسرش هنری پنجم هم دلاور بوده و همونطور که در جلسات قبل گفتیم هنری پنجم همون کسی بود که در جنگ های 100 ساله با فرانسوی ها خیلی می جنگید و قسمت های اعظم فرانسه رو علاوه بر اون قسمت نورماندی که
ویلیام د کانکر از سال 1066 با خودش به انگلستان آورده بود، چون خودش دوک نورماندی بود و به انگلستان حمله کرد و حالا همونطور که خدمتون عرض کردم در جلسات قبل، همچنان نورماندی به انگلستان وصل بود و هنری پنجم دیگه تیر خلاص رو به فرانسه زد و اکثر سرزمین های فرانسه رو غصب کرد و تونست تاج و تخت فرانسه رو هم برای انگلستان به ارمغان بیاره و پسر خودش هنری ششم بعد از خودش دو بار تاج گذاری کرد، یک بار تاج انگلستان رو به سر گذاشت و یک بار هم تاج فرانسه رو به سر گذاشت. ولی این هنری ششم هم بنده خدا اولا خیلی آدم اهل علم و دانشی بوده و گفتیم ایتون کالج رو که یکی از مشهورترین کالج های دنیا هست در لندن تأسیس میکنه و اینکه ایشون خیلی آدم مذهبی بوده و اهل حالا دلاوری و جنگاوری و اینها نبوده و در فاصله 20-30 سال تمامی قلمرو فرانسه رو از دست میده و حتی نورماندی از دست میره و فقط انگلستان برای ایشون باقی میمونه و ایشون به خاطر این خسرانی که بهش وارد شده بود، حالا شاید یه جنبه ژنتیکی هم داشته، ولیکن به خاطر این خسران یه تیر خلاصی به اصطلاح بهش زده شد و دچار جنون شد و وقتی که دچار جنون شد یک دو سه سال فقط در خواب به سر می برد و تو رخت خواب بود و به اسم سلیپینگ کینگ، یعنی پادشاه خوابالو یا خوابیده معروف شده بود. ایشون هنری ششم حالا قبل از اینکه این سرزمین ها رو از دست بده با یکی از دختر یکی از دوک های فرانسه ازدواج میکنه به نام مارگارت آنجو. مارگارت آنجو زن بسیار دلاوری بوده برعکس شوهرش و ایشون در تاریخ لقب شی وولف گرفته، یعنی اون ماده گرگ، و خیلی دوست داشته که تاج و تخت شوهرش رو برای پسرش پرینس ادوارد همچنان حفظ کنه و با چنگ و دندون این خانم مارگارت آف آنجو با چنگ و دندون دلش میخواسته که این تاج و تخت حفظ بمونه. برمیگردیم به هنری پنجم. اینجا خدمتون گفتم که هنری پنجم فوت میکنه. وقتی که فوت میکنه یک بیوه جوونی، یه خانم کاترین آف فرانس همسرش بوده، ایشون بعد از هنری پنجم یک بار دیگه ازدواج میکنه با شخصی به نام اوئن تودور. این فامیلی تودور اینجا گوشه ذهنتون باقی بمونه. این آقای اوئن تودور که ظاهراً اصالتاً ولزی هم بوده و اینها یک بچه دارن به نام ادموند تودور. بنابراین این ادموند تودور برادر ناتنی هنری ششم میشه. این ادموند تودور حالا بعدها ازدواج میکنه از یک دختری با همون خاندان لنکستر و یه پسری هنری تودور داشتن و حالا مادرش به خاطر اینکه به ایشون آسیبی نرسه ایشون رو به خارج از کشور ظاهرا به فرانسه فرستاده بودن. حالا اینجای ماجرا رو داشته باشید، هنری تودور رو داشته باشید اینجا و الان میپردازیم به خاندان یورک. قبل از اینکه حالا بیشتر پیش بریم خدمتون عرض کنم که خاندانهای بزرگ و اون خاندانهایی که حالا دوک بوده، ارل بوده و هرچی، همه برای خودشون چیز داشتن، یک نشانه داشتن، یک پرچم داشتن. خاندان یورک نشانهشون یک روز سفید بوده، خاندان لنکستر نشانهشون یک روز قرمز بوده و همیشه رو پرچم هاشون، حالا هر وقت جنگ بوده یا هر چیزی بوده یا روی لباس ها و اینهاشون، آرم خاندانشون رو داشتن که دقت بفرمایید روز سفید مال خاندان یورک، روز قرمز مال خاندان لنکستر هستش. میپردازیم به خاندان یورک. خاندان یورک که نوه و نتیجه های ادموند دوک آف یورک باشن، یکی از پسرهای ادموند دوک آف یورک میاد با نوه نتیجه های برادر دوم عروسی میکنه. پس همین خاندان یورک پسرشون با
با نوه نتیجه های برادر دومه، برادر دومشون لیونل دوک آف کلارنس که پسر دوم ادوارد سوم بوده میاد، الان از روی نمودار هم میبینید با اینها عروسی میکنن. پس این ریچارد ارل آف کمبریج همین هستش، چون برادر کوچکتر خانواده بوده لقب دوک آف یورک به برادر بزرگ میرسه، ایشون یه لقب پایین تری بهش میرسه. حالا جالبه یه چیز دیگر رو هم بدونید که وقتی که میخواستن مثلا دخترای خاندان رو صدا کنن، دختر اول خانواده مثلا اگه خانواده دش بود باشه، دختر اول خانواده میشه میس دش بود، دختر دوم خانواده حالا قبل از ازدواج هستش منظورم میس دش بود دختر اول، دختر دوم خانواده مثلا میشه میس مری، به اسم میس دش بود صداش نمی کردن. میس دش بود مثلا در خانواده دش بود مال دختر ارشد خانواده بوده، هر وقت که ایشون ازدواج می کرده به دختر دوم می گفتن میس دش بود. همینطور هم برای دوک آف یورک وقتی که پدرشون لقبی رو می زاشته برای پسر ارشدش به ارث می زاشته. گفتیم که این پسر دوم میاد با این نوه نتیجه های برادر دومی از پسرهای ادوارد سوم عروسی میکنه و یک پسری رو داشتن به نام ریچارد که حالا بعد از عموش، بعد از اینکه عموش فوت میکنه، این دوک آف یورک لقب این ریچارد میشه. و حالا این رو داشته باشید، این ریچارد نایب السلطنه هنری ششم بوده وقتی که هنری ششم در بستر به سر می برده و جنون بهش دست داده بوده و دو سه سال اصلا مشاعرش رو از دست داده بوده و این میشه حدود 1455 که توی کتاب اینجا ذکر شده که شروع جنگ های داخلی و نبرد روزها هست، در موقعی که حالا این نبردهای داخلی به قول کتاب شروع شده. ولی اینجا توی کتاب یه اشتباهی که حالا به نظر من نوشته اینه که اونجا توی کتاب نوشته که حالا بعدا نشونتون هم خواهم داد روی اسلاید ها که 1455 بین دو خاندان نبرد در گرفت و ریچارد سوم مال خانواده یورک بود و هنری تودور مال خانواده لنکستر، در حالی که اون بالا حالا تاریخ 55 رو ذکر کرده نمی بایست اون دو نفر رو بعدن اونجا ذکر میکرد، چرا که اون موقع 1455 ریچارد سوم 3 سالش بوده، ایشون سال 52 دنیا اومده و سال 55 3 سالش بوده، در حالی که اون موقع پدرش ریچارد دوک آف یورک نایب السلطنه بوده و جنگ های داخلی رو ایشون شروع میکنه. وقتی که حالا گفتیم که ایشون نایب السلطنه بوده، ریچارد دوک آف یورک پیش خودش فکر میکنه که حالا این پادشاه که جنون بهش دست داده، منم که نایب السلطنم، چرا تاج رو سر خودم نذارم؟ چرا بعدن بچه های خودم این رو ارث نبرن؟ حالا این پادشاه که به قول معروف نمیتونه پادشاهی کنه و جنگ های زیادی در میگیره بین مارگارت آف آنجو و شخصی به نام به لقب کینگ میکر، چرا که این در وسط این جنگ ها دوک آف یورک کشته میشه و مابقی این جریانات توسط پسر خواهر این دوک آف یورک تمامی این جنگ ها ادامه پیدا میکنه و چون ایشون پیروز میشه و بچه پسر ارشد ریچارد دوک آف یورک رو به سلطنت مینشونه به نام ادوارد چهارم، به ایشون لقب کینگ میکر میدن، آقای از خاندان نویل. خاندان نویل خاندان اشرافی هستش که خیلی از پادشاهان با دخترهای خاندان نویل عروسی کردن، هنوز هم که هنوزه اینها شاید تو نقاط مختلف انگلستان اون ارل ها یا حالا لقب اشرافیت های اشرافی دیگه ای رو هم داشته باشن، ولیکن خاندان بسیار بزرگی هستن خاندان نویل و قدرت بسیار زیادی داشتن. حالا ایشون به عنوان کینگ میکر یا پادشاه ساز معروف هستش، چون خودش جنگ ها رو انجام میده و
اون تاج و تخت رو برای پسر داییش که پسر ریچارد دوک آف یورک هستش به ارمغان میاره. بریم شجره نامه آقای دوک آف یورک رو هم ببینیم که همین الان داشتیم راجع به ایشون صحبت میکردیم که ایشون نوه پسر چهارمی ادوارد سوم بود، درسته؟ ایشون سه پسر داشت و حالا این جریان این سه پسر خیلی طول و دراز هستش. پسر اولش که ادوارد چهارم باشه، همونطور که گفتیم یه پسر عمه داشت و به نام کینگ میکر، به لقب کینگ میکر، و تاج و تخت رو از هنری ششم که سلیپینگ کینگ بود و جنون دست داده بود بهش، از اون میگیره و پسر داییش که همین ایشون ادوارد باشه رو به تخت سلطنت مینشونه. این ادوارد چهارم صبر نمیکنه که آقای کینگ میکر رفته بوده فرانسه مذاکرات کنه با دربار فرانسه که دختر پادشاه فرانسه رو برای ایشون خواستگاری کنه. در بهبهه همین جواب گرفتن از دختر پادشاه فرانسه بوده که این آقای کینگ میکر شستش خبردار میشه که این پسردایی که به تخت سلطنت نشونده بدون اجازه ایشون و بدون اینکه صبر کنه برای دختر پادشاه فرانسه رفته با یک بیوه زیبارو که دو تا بچه هم داشته رفته ازدواج کرده. حالا این رو داشته باشید، بعدن بدونید که این دو تا برادری که ادوارد چهارم داشت به نام جورج و ریچارد، این همسر ایشون رو قبول نداشتن، میگفتن که اینها بدون حالا تو به صورت مخفیانه ازدواج کردن و در حضور کشیش و اینها نبوده این ازدواج و ازدواجشون درست نیست و تمام بچه هاش حرومزاده هستن. حالا اینها رو نگه دارید تا بعدن دوباره بهشون بپردازیم. پس این دو برادر هم ازدواج برادرشون که پادشاه باشه رو قبول نداشتن. این دوتا جورج و ریچارد لقب دوک گرفتن چون برادران پادشاه هم بودن و با دوتا دختر کینگ میکر ازدواج کردن. کینگ میکر همون کسی بود که تاج و تخت رو برای برادر ارشدشون به ارمغان آورد. این آقای جورج میاد توی دربار یه شایعاتی را میندازه و مدام به اینها دامن میزنه که بله ازدواج برادر من صحیح نبوده و تمام بچه‌هاش هفت و بچه‌ای که داره همه حرومزاده هستن. و بعدها ادوارد چهارم با وسوسه همون خانومش که خیلی به قول معروف دشمن شده بوده با جورج، به وسوسه ایشون ادوارد دستور میده که برادرش رو بکشن. حالا توی تاریخ یه عده میگن که سرش رو زدن به جرم خیانت یا تریزن، چون تریزن به معنی خیانت حالا به پادشاه هستش، و اینکه یا اینکه حالا یه عده میگن که توی یه گالون مشروب ایشون رو خفه کردن، ولی به هر حال دستور قتل برادرش رو صادر میکنه به خاطر اینکه داشته دامن میزده به این شایعات که بچه های ایشون حرومزاده هستن و بعد از برادرم اگر که فوت کنه من به سلطنت میرسم. دلیل این شایعه ها این بوده و دلش میخواسته که بعد از برادرش خودش به سلطنت برسه. ادوارد چهارم هفت فرزند داشت، حالا البته ما اینجا همه رو نیوردیم، ولی کن الیزابت دختر ارشدش بوده، دختر بسیار زیبارویی هم بوده مثل مادرش، و دو تا پسر داشته، ادوارد که بعدن میشه ادوارد پنجم و ریچارد. حالا این دو پسر سرنوشت بسیار شومی داشتن، چندین و چند کتاب راجع به این دوتا پسر کوچک نوشته شده که حالا بعداً براتون سرنوشت شوم اینها رو هم تعریف میکنیم. و رسیدیم به اونجایی که حالا ادوارد چهارم وقتی که میمیره، حالا مادرشون، مادر همسر ادوارد چهارم یا مادر بچه ها میخواسته این ادوارد پسر کوچکش رو که 12 سالش بوده به تخت سلطنت بنشونه، ولی کن نایب السلطنه کی بوده؟ چون ایشون 12 سالش بوده نایب السلطنه ریچارد بوده، عموشون، و چون حالا جورج هم که به جرم خیانت کشته شد و ریچارد تنها عموشون بوده و نایب السلطنه. قبل از اینکه ادوارد بتونه به لندن برسه
چون ایشون در ولز زندگی میکرده. حالا قضیه پرینس آف ولز به این صورت هستش که همیشه ولی عهد رو به نام پرینس آف ولز میخونن. چرا؟ چون همیشه پادشاه در لندن به سر میبرده و برای اینکه اگر که یه دشمن خارجی به لندن حمله کنه و پادشاه رو بکشه، اینها ولی عهد رو داشته باشن و همیشه ولی عهد رو توی قلعه لودلو در ویلز نگه می داشتن و اونجا تربیتش می کردن، مخصوص پادشاه شدن، که اگر که دشمن خارجی به لندن حمله کرد ولی عهد کشته نشده باشه. بعد از اینکه پدرشون فوت می کنه، ادوارد رو داشتن از قلعه لودلو در ویلز می آوردن که به تخت سلطنت بنشونن و تاج گذاری کنن، که ایشون عموی عزیز میاد جلوی ادوارد و مادرش و حالا دایی هاش اینها رو میگیره و ادوارد رو به زور میفرسته به تاور آف لندن و خودش میشه پادشاه. و حالا ویلیام شکسپیر توی کتاب ریچارد سوم این طمع و حریص بودن ریچارد سوم رو برای تخت سلطنت عنوان میکنه و از ریچارد سوم یک چهره قبیحی ساخته. این ریچارد سوم معشوقه‌ای که انتخاب میکنه برای خودش، البته گفتیم که همسرش دختر کینگ میکر بود، ولی که یه معشوقه‌ای که برای خودش انتخاب میکنه دختر برادرش هستش، الیزابت، که بسیار زیبارو بوده و دختر برادرش بوده. البته نباید این به این صورت میشده، ولی که چون بسیار زیبارو بوده، عموی عزیز از دختر برادرش هم نمیگذره. بعدن حالا به این ماجرا هم خواهیم پرداخت. الیزابت بعدن حالا سرنوشتش رو بیان خواهیم کرد. اینجا هم داشته باشید که جورج یک پسر داشت به نام ادوارد، ولی تدی صداش میکردن، چون اینجا انقدر ادوارد ما دوتا اینجا داشتیم که اسم این پسر جورج رو من تدی نوشتم که به همون اسم معروف بوده. حالا این تدی هم بعدن به سرنوشتش خواهیم پرداخت. میپردازیم به حالا مطالب کتاب، که حالا همونطور که گفتم این تاریخ 1955 وقتی بوده که دوک آف یورک اومده و داعیه سلطنت رو به پا کرده و به عنوان نایب السلطنه هنری ششم. و حالا این اطلاعاتی که الان اینجا زیرش نوشته بین این دو خاندان جنگ رخ داد، اینها مال 1485 هستش که اینها این نبرد بین این دو خاندان لنکستر که برادر سوم بود از پسرهای ادوارد سوم و برادر چهارم که دوک آف یورک بود و خاندان یورک رو تشکیل میدادن با سمبل روز سفید و با رهبری در اون موقع. حالا الان رسیدیم به این که ریچارد سوم رو تخت سلطنت نشسته. در حالا بپردازیم دوباره به هنری تودور. همونطور که گفتیم این هنری تودور در اینجا داشتیم میگفتیم که هنری تودور برادرزاده ناتنی هنری ششم بوده. گفتیم که حالا بیوه هنری پنجم رفت با آقای اوئن تودور عروسی کرد، پسری داشت به نام ادموند، ادموند هم ازدواج کرد با یک دختر از خاندان خودشون لنکستر و هنری تودور رو به ارمغان آورد اون ازدواج. این هنری تودور رو گفتیم فرستاده بودن خارج از کشور. مادر هنری تودور میاد پول جمع میکنه و یک سری سرباز از خارج از کشور اجیر میکنه. حالا سرباز اجیر شده به انگلیسی میشه mercenaries، سربازهای اجیر شده، اونها رو از خارج از کشور اجیرشون میکنه، بهشون پول میده که به انگلستان حمله کنن. و حالا همونطور که گفتیم در اون موقع خاندان یورک داشت سلطنت میکرد و ریچارد سوم بود و اینجا جنگ در میگیره بین هنری تودور از خاندان لنکستر با روز قرمز که عموی ناتنیش به قول معروف هنری ششم بود. یه چیزی رو خاطرم رفت که براتون بگم که بعد از این که
ادوارد چهارم به سلطنت مینشینه و تونستن هنری ششم رو به کناری بزنن، با همکاری دو تا برادر دیگش جورج و ریچارد با همدیگه به تاور آف لندن میرن، اونجایی که کینگ قبلی رو یا هنری ششم رو که جنون داشته اونجا نگهداری میکردن، و وقتی که هنری ششم خواب بوده ایشون رو با متکا خفه میکنن و دیگه هنری ششم اونجا فوت میکنه. و حالا برادرزاده ناتنیش در سال 1485 میاد با سربازهای اجیر شده از خارج از کشور حمله میکنه به کشور و ریچارد سوم رو شکست میده و سلسله تودورها رو تأسیس میکنه. حالا هنری برای اینکه بتونه خونبس اعلام کنه و دیگه تمامی این به قول معروف جنگ ها خاتمه پیدا کنه، میاد با برادرزاده ریچارد سوم، کی بوده؟ دختر پادشاه قبل از ریچارد، حالا قبل از ریچارد ادوارد چهارم برادر ارشدش سلطنت میکرد، یه دختری داشت به نام الیزابت که گفتیم این دختر معشوقه ریچارد سوم هم بود. هنری تودور میاد با الیزابت عروسی میکنه و خونبس اعلام میکنه. چرا؟ چون هنری تودور خب حالا مال خاندان لنکستر بوده، اینها خاندان یورک بودن، برای این که دیگه خاندان یورک ادعای داعیه‌ای برای سلطنت نداشته باشه و اینکه حالا با هم دیگه متحد بشن و خاندان یورک هم احساس کنن که توی سلطنت دخیل هستن، میاد با ایشون ازدواج میکنه. و حالا یه چیزی رو که خدمتتون عرض کنم، از پسرهای این خاندان یورک همونطور که خدمتتون گفتم این دوتا برادر به تاور آف لندن فرستاده شده بودن توسط عموشون، ولی هیچ وقت مشخص نشد که توی تاریخ چه بلایی سر این دوتا بچه اومد. البته 200 سال بعد توی تاور آف لندن در یک زیر پله دوتا اسکلت پسر کوچیک رو پیدا میکنن، ولیکن حالا قطعی مشخص نشده که دقیقا همین دوتا پسر گم شده هستن که حالا بعد از اینکه به تاور آف لندن فرستاده میشن اونجا فوت کردن، ولیکن به هر حال این دوتا دیگه هیچ اثری از آثارشون یافت نشد و دیگه ناپدید شدن. بنابراین فقط یک پسر باقی میمونه از کل خاندان یورک، تدی. این هنری هفتم، حالا هنری تودور بعد از اینکه به سلطنت میرسه خودش رو هنری هفتم مینامه، بعد از عموی ناتنیش که هنری ششم بوده. این هنری هفتم تدی رو میفرسته به تاور آف لندن به خاطر اینکه تنها عنصر مذکر خاندان یورک هستش. ایشون رو میفرسته تاور آف لندن وقتی که پسر 11 ساله ای بوده، حالا چون پسر عموی ملکه میشده، پسر عموی الیزابت میشده، توی کاخ زندگی میکرده یکی دو سال، ولیکن از 11 سالگی هنری تودور ایشون رو میفرسته به تاور آف لندن و ایشون دیگه آفتاب رو نمیبینه تا وقتی که 24 سالش بشه. این الیزابت، همین الیزابت و هنری تودور که با هم دیگه وصلت کرده بودن، یک پسری داشتن به نام آرتور و اینها میخواستن برای آرتور حالا یک دختر پادشاه اسپانیا رو خواستگاری کنن. از 3 سالگی اینها رو به نام همدیگه کرده بودن و با پادشاه اسپانیا ائتلاف کرده بودن که با دختر اون وصلت کنه آرتور. و این پادشاه اسپانیا وقتی که میخواسته دخترش رو در 15 سالگی برای پسر اینها بفرسته به انگلستان، میگه که هر آن کس رو که از سلسله قبلی باقی مونده، عناصر ذکور، چون ایشون هم میدونسته که یک نفر از سلسله قبلی باقی مونده، هر کسی رو که از سلسله قبلی باقی مونده سر بزنید تا ما دخترمون رو برای پسرتون بفرستیم، چون ایشون هم میترسیده که تمامی اون کسایی که از سلسله قبلی باقی موندن دوباره داعیه سلطنت داشته باشن. حالا یه چیزی رو دقت بفرمایید که توی این قضیه جنگ روزها در 100 سال 7 پادشاه به سلطنت میرسن و همگی همونطور که دیدیم
علیه هم دیگه حالا بلند میشن قیام میکنن، حتی اگه پسر عموی هم دیگه باشن، حتی برادرشون و برادر به برادر زاده رحم نکرده و ایشون پسر خود پادشاه اسپانیا میگه که اون تدی رو سر بزنید. حالا این تدی بنده خدا از 11 سالگی تا 24 سالگی آفتاب رو در زیر زمینی از تاور آف لندن ندیده بوده، در 24 سالگی ایشون رو بیرون میارن و سرش رو میزنن، فقط به جرم اینکه تنها عنصر ذکور خاندان یورک بوده و حالا میگفتن که ایشون ممکنه داعیه سلطنت داشته باشه. جالبیش اینه که این پسر، ببخشید، همین پادشاه اسپانیا که دخترش رو فرستاده بوده، داماد که آرتور باشه، پسر ارشد هنری هفتم، 6 ماه بعد از عروسی فوت میکنه و هنری هفتم وقتی که میبینه مجبوره حالا این عروس 15 ساله رو به نام کاترین آف آراگون به اسپانیا پس بفرسته و حالا شیربهاش رو هم به قیمت گزافی بپردازه، به پسر دومش که هنری هشتم باشه میگه که بیا با زن برادرت ازدواج کن. و حالا جالب اینه که یکی از دخترهای هنری هفتم به نام الیزابت نامگذاری میشه و به نام مادرش. حالا دقت بفرمایید این الیزابتی رو که گفتی ملکه، با ملکه الیزابت اشتباه نشه، ایشون مادر بزرگ اون ملکه الیزابت مشهور هستش و خودش اون کوین الیزابت مشهور نیستش، ولیکن اون کاترین آف آراگون دختر پادشاه اسپانیا بعداً به همسری هنری هشتم در میاد و دیگه به اسپانیا پس فرستاده نمیشه، که حالا داستان کاترین آف آراگون رو هم قبلاً در جلسات گذشته مرور کردیم. حالا میپردازیم به قسمت انگلیسی ماجرا. این 1455 a civil war was begun. سیویل به معنی حالا اینجا داخلی هستش، حالا سیویل انجینیرینگ هم شما شنیدین به معنی مهندسی عمران، سیویل حالا به معنی تمدن هم میشه، ولی که اینجا سیویل وار یعنی جنگ داخلی. واز بیگان دوباره اینجا جمله مجهول هستش، چرا؟ چون پس پارتیسیپل به علاوه ببخشید فعل توبی به علاوه پس پارتیسیپل بیگین که میشه بیگان. To decide who should be king of England. انگلستان کینگ داشته، هنری ششم هم بوده، حالا اینطور نبوده که بدون کینگ مونده باشه تا اینها بخوان تعیین کنن که چه کسی کینگ آف انگلند خواهد بود، به این صورت به صورت مبهم نوشته شده، در حقیقت به این صورت هستش که اینها خاندان یورک یوزرپر بودن. یوزرپر یعنی به انگلیسی یعنی کسی که سلطنت رو غصب کرده باشه، اینها اومدن و داعیه سلطنت رو بعدن داعیه سلطنت داشتن که چرا خود ما سلطنت نکنیم به جای اینکه نایب السلطنه باشیم. It was fought. Fought پس پارتیسیپل فایت هستش، حالا همونطور که قبلا گفتم حتما پس پارتیسیپل ها رو حفظ کنید و این دوباره جمله مجهول هستش. It was fought between the supporters of two families. این جنگ در گرفت بین حامیان دو خانواده، House of Lancaster سیمبولشون یا نشانهشون یا سمبولشون A red rose, the leader Henry Tudor. House of York symbol a white rose, the leader King ریچارد سوم. ایشون کینگ بوده، ایشون حمله کننده یا یوزرپر بوده. دوباره the war ended with the battle of Bosworth field in 1485. در سال 1485 در جنگ بوسورث فیلد، حالا یک کاخی هم هنوز اونجا هستش به نام بوسورث هال. و یک چیزی رو هم دقت داشته باشید، بعد از این جنگ ریچارد سوم تو جنگ کشته شد،
و معلوم هم نشد که چی شد جنازش و کجا خاک شد. در سال 2012 داشتن حفاری میکردن زیر یک پارکینگی در شهر لستر و یک اسکلتی پیدا کردن و چون اونجا در اون محل جنگ بوسورث رخ داده بود رفتن دی ان ای گرفتن از بازماندگان اون خاندان و دیدن که ایشون خود ریچارد سوم هستن، پادشاه ریچارد سوم در زیر یک پارکینگ در شهر لستر پیدا شد و بعدن حالا ایشون رو با احترام بردن در یک ابی یا کلیسای بزرگ در شهر لستر به خاک سپردن به عنوان یکی از پادشاهان قرون وسطای انگلستان. و حالا میپردازیم به قسمت انگلیسی. Leader of White Rose was killed. Was killed یعنی کشته شد، جمله مجهول هستش. دوباره داریم فعل to be که به صورت was در اومده به علاوه فعل به علاوه ایدی، که اینجا kill به صورت فعل با قاعده هستش، بنابراین ایدی میگیره. And the leader of Red Rose became که فعل گذشته هستش، گذشته became King Henry the Seventh. اون برنده جنگ هنری تودور اسم خودش رو هنری هفتم گذاشت. First King of the House of Tudor از خاندان تودر، اولین کینگ از خاندان تودر. هنری then married King Richard's niece. niece به معنی خواهرزاده یا برادرزاده هر دو میشه، ولی کن دختر. nephew هم برادرزاده هم خواهرزاده، ولی پسر، پسر خواهر، پسر برادر میشه nephew، دختر خواهر، دختر برادر میشه niece. بنابراین King Richard's niece. حالا این niece همون الیزابت آف یورک هستش که خودش دختر پادشاه قبلی بوده و دختر ادوارد چهارم بوده. And united the two families. بنابراین چی باعث شد که این دوتا خاندان با هم دیگه جنگ نکنن؟ این همین ازدواج شد که خونبس اعلام کردن و دوتا خانواده با هم دیگه متحد شدن. The symbol of the house of Tudor was a red rose with a white rose inside. و همونطور که میدونستیم نشانه house of York، خاندان یورک، یک روز سفید بود. نشانه خاندان لنکستر یک روز قرمز بود، ولی اون خاندان تودور روز اتحادشون یک روز قرمز با یک روز سفید وسطش بود، که یعنی این دوتا خاندان با هم دیگه متحد شدن و دیگه جنگی بین اونها در نمیگیره. بنابراین تودور روز the symbol of united families به این صورت هم اتحاد دو خاندان رو نشون دادن. چرا؟ چون دختر از خاندان یورک گرفتن و با اونها وصلت کردن. Red rose with a white rose inside it as a sign that two houses now allies. Allies به معنی متحد بودن. Allies به معنی متحدین. و حالا جالبه اینه که بدونید که توی جنگ جهانی دوم متفقین اسم خودشون رو allies گذاشته بودن و یعنی که با هم دیگه متحد هستن، ولی حالا ما تو فارسی بهشون میگیم متفقین، اونها رو انگلستان و همپیمانانش اسم خودشون رو allies گذاشته بودن، یعنی همپیمانان و متحدها. امیدوارم که حالا از این سمینار هم لذت برده باشید و تونسته باشید تمامی ماجرا رو درک کنید، چون همونطور که گفتم توی کتاب خیلی مبهم نوشته شده و همونطور که دیدید حالا جوری نوشته که انگار جنگ از سال 55 با ریچارد سوم و هنری تودور در گرفته، در حالی که در سال 55 این دو عزیز 4-5 سالشون بیشتر نبوده. هم هنری تودور که 28 سالگی به سلطنت رسید، هم ریچارد که در 28 سالگی توی جنگ، در همون جنگ کشته میشه.
و این دو هرگز آغاز کننده جنگ داخلی روزها نبودند و البته این جنگ از زمانی در گرفت که ریچارد دوم نوه ارشد ادوارد سوم اونجا از تخت سلطنت به کنار زده میشه توسط پسر عموی خودش که قبلا با هم دیگه پیمان اخوت و برادری و همپیمانی بسته بودن و همونطور که دیدیم در عرض 100 سال 7 پادشاه عوض میشه و هیچ کس هم به کسی دیگه وفادار نمیمونه. اگر که حالا پیشنهادی، سوالی، انتقادی چیزی داشته باشین در خدمتون هستیم. در ادارمون بین ساعت 9:30 تا 2:30 به زبان فارسی حالا سرویس داریم و شماره تلفن ادارمون هم هست 017-07-256-430. اگر که دلتون بخواد میتونید در کلاس های آنلاین ما شرکت کنید، به همین صورت اینها رو همه رو توضیح دادیم و شما میتونید به این صورت کتاب رو عمیقا مطالعه کنید و تمامی این ویدیوها اسلایدهای دو زبانه داره و به همین صورت کمکتون کردیم که بتونید این کتاب رو اگر که مشکلی دارید و با خود کتاب 100% نمیتونید این کار رو انجام بدیم و یا شاید به خاطر حجم زیاد کتاب که 350 صفحه هستش و مطلب زیاد داره شاید دلتون بخواد که به ویدیوهاش مراجعه کنید، یک کلاس آنلاینی هم داریم که اگر که دلتون خواسته باشه میتونید در اون هم شرکت کنید. هر دو کتاب هم توی وبسایتمون هستش و شما میتونید سفارش بدید اگر که ببینید که این توضیحات برای شما کافی بوده و از این سمینار راضی بودید. در خدمتتون هستیم. روز خوش و خدا نگهدار.